عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون کامل. از برنامه چشمانداز در خدمت شما عزیزان هستیم. خاورمیانه به عنوان یکی از کانونهای بحران به مرکز تحولاتی تبدیل شده که قطبهای بزرگ امپریالیستی از جمله دولتهای امریکا و روسیه و حتی دولتهای حامی آنها در مقابل هم در این منطقه سفارایی کرده و مداوما در حال تشدید این نوع اختلاف ها هستند. روسیه و آمریکا هر کدام به عنوان یکی از قطبهای امپریالیستی در منطقه به دنبال منافع خود هستند و طبیعتا دولت‌های منطقه رو هم به عنوان بخشی از ابزار و بخشی از حامیان خود در این تحولات به کار خواهند گرفت. و خطر حمله نظامی به سوریه این منطقه رو در آستانه جنگی قرار داده که ابعادش و تبعاتش فقط به کشور سوریه منتهی نخواهد شد و همه بر این مشرف هستیم که ابعادش میتونه کل منطقه رو در بر بگیره و فجایع غیر قابل پیش بینی رو به وجود بیاره. در این خصوص و برای بررسی آخرین تحولاتی که در سوریه و در موقعیت سیاسی منطقه پیش اومده در خدمت رفیق صلاح مازوجی دبیر کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران هستیم و سوالاتی رو خدمت ایشان مطرح خواهیم کرد. رفیق صلاح، با سپاس از حضورتون در برنامه این هفته چشم‌انداز. تشکر میکنم از شما و سلام دارم به حضور بینندگان عزیز این برنامه. رفیق صلاح، همونطور که گفتم به هر حال شما خودتون بر اوضاع سیاسی منطقه مشرف هستین. در چند روز اخیر تبلیغات وسیعی از جانب دولت آمریکا راجع به حمله نظامی و در رابطه با حمله‌ای که منتسب میشه به رژیم سوریه که حمله شیمیایی انجام داده، از در این حمله از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، صورت گرفته. اهدافی که طرفین این جنگ که احتمال داره روی بده، چون بالاخره تحولات نشون میده که دارن فرصت زمانی میگیرن هر کدومشون و میخوان به یک شیوهی این وضعیت رو به هر حال تغییر بدن، اهدافی که هر کدوم از طرفین این جنگ احتمالی تعقیب میکنن چه چیزایی است؟ چنانچه سلاح‌های شیمیایی سوریه، اون چیزی که توی این روزها باب هست و قراره که در اختیار سازمان ملل و بازرسان سلاح‌های شیمیایی به طور کلی قرار بگیره، این اتفاق بیفته به طور کلی احتمال وقوع این جنگ چگونه خواهد بود و به طور کلی میشه این وضعیت رو چطور ارزیابی کرد؟ من سعی میکنم در پاسخ به این سوال از همون بخش آخر شروع کنم. همانطور که خودتونم اشاره کردید، در روزهای اخیر، دو سه روز اخیر، بعد از اینکه کلن رژیم حاکم بر سوریه با پیشنهاد دولت روسیه مبنی بر تحت کنترل قرار دادن مراکز تولید سلاح شیمیایی تحت کنترل مراکز بین المللی و سازمان ملل اینها را قبول کرده، تا حدود زیادی کلن امکان حمله امریکا به سوریه و پایین آورده و بیش همین اخیراً که دولت سوریه آمادگی خودش رو برای پیوستن به کنوانسیون من اصلاح‌های شیمیایی اعلام کرده و اینا کلن با استقبال دولت‌های اروپایی و اینا با استقبال سازمان ملل روبرو شده و همینم از امکان وقوع این جنگ در شرایط فعلی کاسته. ولی با این وضع خوب روشنه، یعنی تا جایی که به امریکا و دولت‌های غربی برمیگرده و اینا، از این تهدیدات جنگی و کلن فضایی که در این روزها به وجود آوردن و کلن این ادامه فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و اینا، اهداف خودشونو اینا تعقیب میکنند. ما میدونیم که در ماهای گذشته و بیش بعد از وارد عمل شدن نیروهای حزب الله که دوش به دوش ارتش سوریه درگیر شدن با نیروهای اپوزیسیون، اینا تا حدودی توازن قوا در این جبهه به نفع دولت سوریه عوض شده، به طوری که کلن هم دولت‌های منطقه هم دولت‌های غربی از تغییر این توازن که ابراز نگرانی می‌کردن. منظورم دولت‌هایی که دارن از نیروهای مخالف پشتیبانی می‌کنن، اونا می‌تونه اهداف کوتاه مدت این فشارهایی که آمریکا وارد می‌کنه یا این کلن تبلیغات زنجی که در یکی دو هفته گذشته در جریان بود و تهدید به دخالت نظامی و اینا، در واقع این هدف کوتاه مدت رو تعقیب میکنه که این توازن کار را به نفع نیروهای مخالفین بیاد عوض کنه. حالا مثلا تا دیروز تهدید زنجی میکرد، تهدید میکرد که بلافاصله وارد عمل بشه،
حمله نظامی بکنه، حالا چه تاندازه این منتفی شده، ولی کماکان سعی میکنه از طریق فشارهای سیاسی و فشارهای دیپلماتیک همین اهداف رو پیش ببره به شیوه دیگه. یه هدف دیگه که میتونه داشته باشه اونم اینه، یعنی به محض اینکه بتونه این توازن کار به نفع نیروهای مخالفین عوض کنه و اینا، خب سعی میکنه هم دولت‌های ترکیه هم دولت عربستان سعودی و قطر رو تشویق کنه که کمکاشون رو به نیروهای مخالفین افزایش بدن، کمک‌های تسلیحاتی و مالی و اینها را، تا بتونن در ادامه زمینه سکوت دولت سوریه و فراهم بیارن. علی‌رغم اینکه مثلا دولت امریکا بارها اعلام کرده که هدفش از دخالت نظامی یا اعمال این فشارها براندازی رژیم بشار اسد نیست، ولی خب خیلی روشنه که نیروهایی که ازش از اونها پشتیبانی میکنه یا سیاستهایی که متحدین امریکا در منطقه مثل دولت عربستان سعودی و قطر و ترکیه و اینا در پیش گرفتن، سیاستی غیر از براندازی بشار اسد نیست. خب روشنه که این هدف رو تعقیب میکنه و در این رابطه هم کلن میخواد این بلوکی که در مقابل سال هاست، یعنی هم در واقع به جامانده از دوره زنج سرد و اینا، در مقابل دولت امریکا و متحدین در سطح جهان شکل گرفته، اینو در هم بشکنه. این بلوک نمیدونم حزب الله و دولت سوریه، رژیم جمهوری اسلامی که در مقابل سیاست های امریکا در این منطقه سرکشی میکنن، میخواد این بلوک رو در هم بشکنه و در توازن کوه مناسب تری سیاست هاش رو در این منطقه پیش ببره. ولی خارج از این اهداف کوتاه مدت و میان مدتی که امریکا از این فشار را تعقیب میکنه، یه مسئله دیگه که مهمه اینه که امریکا تا مستقل از بحران سوریه در این دوره چهار شده و اینا، همیشه خاورمیانه به عنوان یک مرکزی کانونی که منبع تولید انرژیه، هم نفت هم گاز طبیعی در این منطقه تولید میشه و در واقع مرکز انتقال این انرژی به کشورهای غربی و اینا، همیشه جایگاه خیلی مهمی در تعیین استراتژی امریکا داشته و اینا، و بیشتر در این دوره. یعنی امریکا، اقتصاد امریکا هنوز زیر فشار بحران اقتصادی سال 2008 کمر راست نکرده و بر متن این بحران این نوع کشمکش ها حادتر میشه. یعنی خود یکی از اهدافی که امریکا در این دوره تعقیب میکنه برای گسترش مناطق نفوذ خودش، گسترش بازارها، گسترش اون مناطقی که منبع تولید مواد خام و انرژی و اینا هستن، در واقع تا اندازه زیادی در خدمت تخفیف این بحران و بیشه که در سطح بین المللی بارکوبایی مانند روسیه و چین و ژاپن و اینها در روبروش رو مقابله میکنه. بنابراین در این دوره اینم خیلی اهمیت پیدا کرده و حالا حضورش در خاورمیانه و گسترش نفوذش در این منطقه، و خود سوریه هم در این رابطه موقعیت ویژه‌ای داره. سوریه درسته هنوز منابع گاز طبیعیش استخراج نشده و اینا، ولی خب از منابع عظیم گاز طبیعی برخورداره، ولی بیشتر از این مسئله که اهمیت داده به موقعیت سوریه اینه که یه مرکزیه، یه مسیر برای انتقال انرژی این منطقه خاورمیانه به اروپا. مثلا اگه یادتون باشه همین دو سال پیش بود، در سال 2011 بود که یک قرارداد بین دولت عراق و رژیم جمهوری اسلامی و سوریه امضا شد به نام قرارداد لوله اسلامی، که این قرارداد خب بر اساس این قرارداد یه خط لوله از این مسیر کشیده میشه که بتونه تمام منابع گازی ایران رو از طریق انتقال به سوریه، از اونجا به ساحل لبنان و از اونجا هم به کلن کشورهای اروپایی انتقال بده و اینا، که خودشون تخمین میزنن میگن این منابع گاز ایران
در واقع میتونین نیازهای بعضی از کشورهای اروپایی یا بیشتر کشورهای اروپایی رو برای 100 تا 150 سال بیاد تأمین کنه. این روشنه که این در این شرایط بحرانی خب این پروژه پیش نمیره. این پروژه پیش نمیره یا شاید عمر جمهوری اسلامی کفاف نکنه که این پروژه پیش بره و اینا. ولی خب برای دولتی یه قدرتی مانند امریکا خیلی مهمه که بتونه این همچو کشوری رو با این اهمیت استراتژیکی که پیدا کرده در این منطقه تحت نفوذ خودش قرار بده و اینا. از این نظر اینم خیلی مهمه، یعنی خود اینکه با تسلط بر سوریه یا اینکه این سیاست در اثر سیاستایی که در پیش گرفته نهایتاً بتونن یه دولت متحد خودش رو در این کشور پیش بیاره، کلن توازن قوا یه این منطقه رو در تقابل با روسیه اینا به نفع خودش عوض میکنه. امریکا میتونه با مشکلات کمتری در حال پروژه هاشو در این منطقه پیش ببره. و چون میبینیم با سکوت دولت روسیه سوریه در این منطقه موقعیت جمهوری اسلامی عوض میشه، هم در سطح منطقه موقعیتش تضعیف میشه، هم حتی در داخل ایران موقعیتش تضعیف میشه و خب اینم کمک میکنه به پیشبرد سیاستهای امریکا در این منطقه. بله رفیق صلاح، شما اشاره به کشورهای مختلفی کردین که در خاورمیانه موجودن، یعنی به هر حال باید بگیم دولت‌ها، یعنی اصطلاح درستش اینه، دولت‌هایی که در خاورمیانه موجودن و به یک نحوی از شرایطی که در سوریه پیش اومده استراتژی و اهداف خودشون رو تعقیب می‌کنن. برای نمونه دولت ترکیه هست، رژیم ترکیه هست و منافع خودش در کشور سوریه. رژیم‌های عربی رو اسم بردین، از جمله عربستان سعودی و قطر و اهدافی که در پشت پرده این مسائل دارن. در یک سو رژیم اسلامی هست و منافع مشخصی که در سوریه هست و متعاقباً و بدون پرده اعلام کرده که ما تا آخرین نفس دفاع از دولت سوریه خواهیم کرد. هر کدوم از این دولت‌ها، هر کدوم از این رژیمایی که در خاورمیانه قرار دارن، چه منفعتی در وضعیت سوریه براشون هست که به این شیوه دارن، چه در جناح مخالف رژیم اسد، چه در جبهه موافق رژیم اسد در تحولات دارن دخالت میکنن؟ شما مثلا نگاه کن، خود جمهوری اسلامی خیلی حیاتیه، یعنی حفظ رژیم اسد به عنوان یه متحد استراتژیک با توجه کلا به بلوک بندی که تاریخا در این منطقه شکل گرفته، میخواد هر طوری شده این متحد خودش رو نگه داره. هر طور شده مثلا حزب الله رو نگه داره، رژیم اسد رو نگه داره، چون این امکان بیشتری بهش میده در سهم خواهی در این منطقه. وقتی صحبت میشه از ایجاد یک نظم منطقه در توسط قدرت های امپریالیست و اینا، خب اگه جمهوری اسلامی بتونه متحدینی همچون دولت سوریه و حزب الله داشته باشه، خب میتونه با اتکا به این اهرم ها سهم بیشتری رو بخواد اینا. و یا خودش میدونه، یعنی اگه رژیم اسد سکوت کنه حتی موقعیتش در داخل ایران هم تغییر میکنه، یعنی اونقدر قدرتی که جمهوری اسلامی میخواد از خودش نشون بده رو به توده ها، این در هم میریزه و توده های مردم در موقعیت تعرضی تری قرار میده در مقابل جمهوری اسلامی، و این خودش مثلا یه فاکتور. از این نظر جمهوری اسلامی با همه امکاناتی چه داره سعی میکنه این رژیم رو نگه داره. و اونم همین چند روز که این بحران حاد شده بود و اینا، اخباری ما دریافت کردیم که نشون میداد که نیروهای سپاه پاسداران دارن خودشون رو آماده میکنن که در لباس نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه برن وارد عمل بشن اگه جنگ اونجا در بگیره. یا مثلا خب یا تهدید میکنن که اگه امریکا مثلا شروع کنه و حمله کنه و اینا، اونا ممکنه تنگه هرمز رو ببندن و مانع صدور نفت از این منطقه به غرب بشن و اینا. اینا تهدیداتیه که انجام میده و منافعش هم گفتم روشنه، جدا از اون مسئله دراز مدت که اون داره با همون قرارداد لوله‌ای که بسته در آینده میخواد از این مسیر در واقع گاز طبیعی ایران صادر کنه و اینا، به لحاظ سیاسی هم اگه دولت سوریه سکوت کنه جمهوری اسلامی موقعیتش به مخاطره میفته در این منطقه. این میتونه یه عامل مهمی باشه در تغییر
سیاست مثلا رژیم جمهوری اسلام، یا مثلا دولت عربستان نسعودی همیشه جمهوری اسلامی رو یه تهدیدی برای خودش میدونه و فکر میکنه جمهوری اسلامی با گسترش نفوذش در کانون بحرانی مانند سوریه خب موقعیت برتری رو به وجود میاده و بیشتر منافع عربستان در این منطقه به مخاطره میاندازه. یعنی به همون اندازه که از پروژه های اتمی جمهوری اسلامی اینها نگرانن، به همون اندازه هم از دخالت جمهوری اسلامی در این کانون های بحران نگرانن. همانطور چه خود اطلاع داری، حالا در خود عراق نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، متحدین جمهوری اسلامی، هم جریانات شیعه دارن درگیرن با جریانات سنی که همه میدونن عربستان ازشون پشتیبانی میکنه و خیلی روشنه. یعنی اونا فکر میکنن با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در این مناطق منافع اونا بیشتر تهدید میشه. یا مثلا دولت قطر، دولت قطر فکر میکنه اگه این پروژه های که جمهوری اسلامی در توافق با دولت سوریه و عراق داره در سوریه پیش ببره، اصلا منافعش به لحاظ اقتصادی به مخاطره میفته، چون اونم داره منابع گاز طبیعیه و اونم تلاش میکنه در این رقابت اقتصادی و هر زیان نبینه در اثر پروژه هایی که جمهوری اسلامی مثلا در منطقه در پیش گرفته و اینا. و کلن این دولت های این منطقه، حتی اونهایی که علنن از نیروهای اپوزیسیون سوری پشتیبانی نمی کنن، ولی کلن قدرت گیری جمهوری اسلامی رو به زیان منافع خودشون می بینن. دولت ترکیه چه؟ دولت ترکیه هم اولا اگه این پروژه دراز مدت پیش بره و اینا اون زیان می بینه، چون اگه این لوله ها از دولت از مسیر ترکیه عبور کنن مطابق نقشه‌ای که امریکا داره از مسیح، خب اون از میتونه از درآمد گمرکی عظیمی مثلا بهره مند بشه ترکیه. ولی مهمتر از اون این نگران وضعیت داخلی سوریه است، نگران که اگه این وضعیت به این شیوه ادامه پیدا کنه و دولت سوریه سکوت نکنه و اینا، ممکنه در اثر توازن قوای معینی که در این منطقه کردستان سوریه پیش اومده، کردهای سوریه یک حکومت خود مختار اونجا اعلام کنن و اینا. و اون بارها اعلام کرده که من نمیتونم یک دولت خود مختار کردی دیگه در این منطقه تحمل کنم و اینا. و از این نظر که اون میبینیم عملا حالا داره از این نیروهای ارتجاعی سلفی در سوریه پشتیبانی میکنه و گاهن میبینیم در جیرهایی که اونها تحمیل میکنن به نیروهای حاکم در کردستان سوریه و اینها، میبینیم چه فضایی از خودش به جای گذاشته و اینها. و اونم در این رابطه فکر میکنه هرچه سریعتر این بحران به این شیوه که دولت سوریه سکوت کنه این داغ تموم بشه و اینا، هرچند دورمایی هم برای آینده سوریه نداره. یعنی خودشون هم میدونن که با سکوت دولت سوریه این بحران پایان نمیگیره و بازم همین فضایی که امروز میبینیم و شاهدش هستیم در شکل دیگه ادامه خواهد داشت. رفیق سالا، در دو سال و اندی از وضعیت بحرانی که در سوریه طی شده تا حالا ما می‌بینیم که فجایع انسانی به حدی رسیده که بحث از بیش از 100 هزار نفر قربانی در این میان مطرحه. 10 هزار کودک در این وضعیت قربانی این جنایت‌ها شدن از دو طرف، چون عملا سازمان ملل هر دو طرف درگیر رو به نقض حقوق بشر و مسائل از این نوع متهم می‌کنه. می‌بینیم که فجایع عظیمی بار اومده، تقریبا حدود 8 میلیون نفر آواره داریم، 2 میلیون نفر رو به کشورهای همسایه سوریه و 6 میلیون در داخل خود سوریه. این وضعیت پیچیده و خطرناک شرایطی رو به وجود داره که بخشی از مردم این کشور واقعا دچار سردرگمی شدن. در این شرایط چه راه حل‌هایی در مقابل مردم سوریه برای رهایی از این وضعیت وجود داره، چون عملا دخالت دولت‌های امپریالیستی و دولت‌های منطقه رو هم داریم؟ در درجه اول مردم سوریه و در درجه دوم دولت‌هایی که در منطقه قرار دارن چه شرایطی رو میتونن به وجود بیارن؟ واقعیت اینه، یعنی تحت این شرایطی که اونجا به وجود اومده و شما هم
به درست اشاره کردید، مردم سوریه عملاً به حاشیه رفتن. یعنی اینو هم در واقع در نتیجه عمل کرده هم دولت سوریه، هم نیروهایی که اونجا در جیره، نیروهای اپوزیسیون و هم دخالت قدرت‌های ارتجاعی منطقه و نیروهای امپریالیستی، این وضعیت به وجود اومده. اگه یادت باشه هم در آغاز اعتراضات توده‌ای مردم و اینا در سوریه که حدوداً 2.5 سال پیش آغاز شد و اینا، همه خیلی خیلی روشن بود که اگر این روند ادامه پیدا کنه و اینا، روند گسترش اعتراضات توده‌ای که به بیشتر شهرهای سوریه رسیده بود و پایتخت هم فرا گرفته بود و اینا، معلوم بود در ادامه این دولت سوریه سکوت میکنه. در همین رابطه بود که خود حتی دولت سوریه نقشه داشت که این جنبشو در جیره شکل دیگری از مبارزه و در جیره یک زنج مسلحانه زودرس بکنه. اگه یادت باشه اون موقع در اخبار میخوندیم که چگونه تک تیراندازهای وابسته به دولت سوریه میرفتن در بین تظاهر کنندگان، از اونجا شلیک میکردن به طرف ارتش و اینا تا اونها با سلیقه بیشتری بیان مردم رو سرکوب کنن و دست اونها را در کشتار مردم بازتر کنن. و همین زمینه اینو فراهم آورد که توسط بعضی از فرماندهان ارتش که به قول خودشون به نیروهای مخالف پیوسته بودن و اینا، یک جنگ زودرسی تدارک دیده بشه. این جنگ زودرس بلافاصله از طرف نیروهای ارتجاعی منطقه، دولت ارتجاعی منطقه مورد پشتیبانی قرار گرفت و یک جنگ داخلی شعله ور شد و در این میان مردم بودن که به حاشیه رفتن، مردم بودن که دیگه در این فضای زنجی که حاکم شده بود بر شهرهای سوریه دیگه مجال ابراز وجود مستقل نداشتند. مردم در این شرایط زنجی که هر دو طرف داشتن شهرها و مناطق مسکونی داشتن آتش باران میکردن، دیگه مجال ابراز وجود نداشتند، مجال تظاهرات خیابانی نداشتند و در همچون پروسه‌ای بود که این اعتراضات توده‌ای در واقع از مسیر خودش خارج شد، به انحراف کشیده شد و در این میان هر سه طرف درگیر در واقع داشتن نفع می‌بردن، هم همین نیروهای اپوزیسیون که همشون نیروهای ارتجاعی بودن، هم دولت بشار اسد که داشت وحشیانه مردم رو سرکوب می‌کرد و هم حتی دولت‌های غربی و دولت‌های منطقه، چون می‌دونستن اگه اون مسیر اعتراضات توده‌ای ادامه پیدا کنه اونا نمیتونن به راحتی اونو کنترل کنن، چون خودت میدونید در وضعیت سوریه تا اندازه هم فرق داشت با مصر و با تونس و اینا. اگه امریکا مثلا در مصر، تونس با اتکا به نفوذی که بر ارتش داشت منطقه و اون بحران رو در این منطقه از بالا بیاد کنترل کنه، یا در تونس هم تا اندازه به همین شکل بود، یعنی در اثر نفوذی که بر ارتش داشتن تا اندازه تونستن از بالا این بحران رو کنترل کنن. در سوریه وضع اینطور نبود. در سوریه میبینیم ارتشش کلا بیشتر یه ارتش ایدئولوژیکه و تا اندازه هم تحت نفوذ روسیه است. بنابراین امریکا از این موقعیت بهره‌مند نبود، از این موقعیت برخوردار نبود. در نتیجه خب خیلی اونها منتفع بودن از اینکه این اعتراضات توده‌ای از مسیر خودش خارج بشه. حالا به طور واقعی در این شرایط، یعنی امکان ابراز وجود برام خیلی کمه، هرچند خب باید نیروهای انقلابی، نیروهای رادیکال، نیروهای پیشرو در محل بدونن هر جا که امکان این وجود داره، خب یا در هر شکلی که امکان پذیره، خب مردم بیان در واقع علیه دو طرف این ارتجاع، هم دولت دیکتاتوری سوریه هم نیروهای ارتجایی که در جیرن، خواستشونه که این جنگ هرچی بیشتر خاتمه پیدا کنه، این جنگ ارتجایی بیدرنگ خاتمه پیدا کنه تا اونها بتونن نفس بکشن، نفسی تازه کنن، بتونن در فضایی در این جامعه پیش بیاد که بتونن از نو ابراز وجود کنن. در مردم کشورهای منطقه واقعا در این دوره باید سعی کنن بخشی از همین جنبش ضد جنگی باشن چه در سطح جهان تا حدودی به راه افتاده و اینا، به راه افتاده و میتونه در ادامه خودش اگه توده‌ای بشه حتما تأثیرات خودش رو بذاره. رفیق سالا اشاره به مسئله
افکار مترقی و بشر دوست در سطح بین المللی شد. ما می‌بینیم که در هر کدوم از تحولات سیاسی که در خاورمیانه به وجود اومده، خصوصا از سال 2001، یعنی در یعنی درست در همین تاریخی که ما الان داریم با هم صحبت می‌کنیم، بعد از حملاتی که به 11 سپتامبر لشکرکشی آمریکا به افغانستان، متعاقباً به عراق، جنبشایی به وجود اومد که علیه جنگ بودن. افکار مترقی در سطح بین الملل این جنگ‌ها رو محکوم می‌کردن و در مقابلش به هر حال واکنش نشون می‌دادن و سعی بر این داشتن که یاری به مردم اون منطقه برسونن که هیزم آتش جنگ امپریالیستی نشن. این شرایط امروز برای سوریه هم به وجود اومده. ما می‌بینیم در اقصی نقاط جهان این نوع مقاومت ها، این نوع مبارزه ها شروع شده، حتی در مقابل مثلا کاخ سفید روزانه مردم این اعتراض رو پیش میبرن. این از یک سو وجود داره. از سوی دیگه اگر احتمال جنگی به این شیوه به وجود بیاد، موضع ما کمونیست ها در مقابل چنین جنگ ارتجایی چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه مثلا ما داریم دولت ها و کشورهایی که عملا از جمله مثلا ایران، روسیه، جریانات اسلامی که با این جنگ از منافع و دید طبقاتی و سیاسی خودشون به این موضوع نگرش دارن، تفاوت چی هست؟ موضوع ما چه خواهد بود؟ اولا در مورد همین جنبش زدن زنجا چه برای افتاده، خیلی امیدوار کننده است. یعنی در واقع در شرایط کنونی گسترش این جنبشه چه میتونه به داد مردم سوریه برسه. واقعا همین که مثلا در آخرین نظر سنجی ها در امریکا بیشتر از 60% مردم مخالف این جنگ بودن، گفتن حتی اگه دولت بشار اسد از گاز شیمیایی استفاده کرده باشه بازم مخالف دخالت نظامی امریکا بودن. خب این امیدوار کننده است، این موضوعی که مردم امریکا گرفتن. یا مثلا آخرین نظر سنجی ها در انگلستان نشون میده که بیش از 75% مردم مخالف این جنگ هست. در کشورهای دیگه اروپایی هم کلن اوضاع از همین منواله، یعنی مردم مخالف این جنگ هست. و این میتونه در ادامه خودش که به یه مخالفت فعالی تبدیل بشه، یعنی مردم بریزن تو خیابان ها، یه جنبش میلیونی رو بیان به راه بیاندازن و اینا، واقعا میتونن این دولت های خودشون رو تحت فشار بذارن، چون ها با اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتی به دولت حاکم در سوریه و دیکتاتوری بشار اسد و هم به نیروهای مخالف فشار بیارن که این جنگ هرچه زودتر تموم کنن و یه جامعه فضایی پیش بیاد، شرایطی پیش بیاد که مردم بتونن از نو ابراز وجود کنن در سوریه. بنابراین خب ما باید جهتمون این باشه، یا کلن نیروهای پیشرو، نیروهای انقلابی، نیروهای رادیکال و سوسیالیست در سطح جهان باید در رابطه با بحران سوریه جهتشون این باشه که به این جنبش بپیوندن، این جنبش رو تقویت کنن، سعی کنن یک سیاست رادیکال حاکم بشه بر این جنبش و این میتونه تا اندازه موازنه و به نفع مردم سوریه در سطح جهان تغییر بده. اینا ولا در حال همانطور که قبلا توضیح دادم، دولت های ارتجایی چه در منطقه چه در سطح جهان هر کدام اهداف خودشون رو تعقیب میکنن و اینا، و میدونیم اگه سیاست های اونها پیش بره چه وضعیتی پیش میاد. مثلا اولا همین حالا اگه مثلا این سیاست زنجی امریکا بتونه مثلا بخواد پیش بره و اینا، یا اگه امکان پیدا میکرد که این حمله نظامی رو انجام میداد، خب میدونیم که نتیجه این تعرض نظامی آتش این جنگ ارتجایی رو شعله ورتر میکرد. یعنی همین فضای انسانی و چالاس ازش صحبت میکنیم، میگه تا کنون 100,000 نفر درش تلف شده، 100,000 نفر زخمی شدن، خب این ابعاد بیشتری به خودش میگیره. یعنی به محض اینکه اون دخالت کنه بلافاصله نیروهای اپوزیسیون حملات خودشون افزایش میدن، بلافاصله دولت سوریه از سر انتقام جویی مناطق بیشتری رو ویران میکنه و اوضاع فاز برتری رو به مردم تحمیل میکنه. این از این نظر. بعدن از طرف دیگه این هرچه آتش این زنگ ارتجایی اونجا شعله ورتر بشه، خوب میبینیم زنگ فرقهی، زنگ مذهبی، زنگ قومی در بیشتر گسترش پیدا میکنه. هنوز این جنگ شروع نشده، میبینیم که آتش این جنگ لبنان هم در بر گرفته. اونجا هم مثلا زریان آتشی و سنی در مقابل هم سفارایی کرده. مسیحیان حتی در خود این کشور. یا مثلا حتی تأثیرش رو بر فضای عراق گذاشته. مثلا در همین چند روز گذاشته، شما مثلا این انفجار عملیات انتحاری و اینا گسترش پیدا کرده. چه میبینیم دو طرف درجه شیعه و زریان آتشی و سنی هستن.
یعنی مثلا فکر کنم دیروز بود حدود 100 نفر 60 نفر اونجا تلف شدن، امروز 30 نفر، کلا در 3 4 ماه گذشته حدودا 5000 نفر از مردم عراق در آتش این جنگ مذهبی دارن قربانی شدن. این میگم این نتیجه حمله نظامی آمریکا این فضا رو به بار میاره. تجربه هم اینو نشون داده، مثلا تجربه دخالت نظامی آمریکا و همه مردم منطقه، همه مردم جهان دارن، مثلا که در نتیجه حمله آمریکا به عراق چه فضایی در این جامعه وجود داره. شما مثلا هر روزه ما شاهدیم که غیر از کردستان عراق که وضعیتش فرق میکنه، از یه آرامش نسبی اونجا برخورداره، ولی بقیه نقاط عراق دارن در آتش جنگ مذهبی دارن هر روز از مردم قربانی میدن. واقعا میشه گفت جنگ داخلی دیگه، عملا جنگ داخلی شروع شده. یعنی این شما حساب کن، یعنی چیزی که از دخالت امریکا در این منطقه به جای مانده، از یه طرف یعنی نیروی ارتشی رو که آموزش داده یا اون مستشاران نظامی رو که از خودش به جای گذاشته، امنیت استخراج نفت رو تأمین کردن، یعنی در دل این جنگ خونین که اکنون در عراق در جریان هر روز از مردم قربانی میگیره، خب میبینیم که استخراج نفت داره ادامه داره، یعنی امنیت چاهای نفت رو تأمین کرده چون منافعش اینو ایجاب میکنه، ولی از طرف دیگه هر روز مردم دارن قربانی میشن. یا مثلا باز نتیجه دخالت نظامی امریکا در افغانستان رو میبینیم، اونجا هم داره در آتش یک جنگ داخلی میسوزه، یعنی هر روز مردم هم تلفات میدن. مگه چند بار تا حالا هواپیمای بدون سرنشین امریکا اومدن شمار زردی از مردم خاک و خون کشیدن؟ مگه در اثر نمیدونم دخالت نظامی امریکا چند هزار نفر، ده ها هزار نفر اونجا تلف شدن؟ منظور وقتی ما تجربه دخالت نظامی امریکا داریم در بغداد میبینیم، داریم در سوریه میبینیم، در افغانستان میبینیم، خب بشریت آزاد خواهد در جهان نباید بزن این تجربه دوباره تکرار بشه. از طرف دیگه خود اهدافی هم که امریکا تعقیب میکنه، که بهش اشاره کردن، اهدافش ارتجاعیه، اهداف سرمایه‌داران، اهدافی که امریکا تعقیب میکنه از این جنگ هیچ ربطی نداره به منافع مردم. این که مثلا اون برای تخفیف بحران خودش بخواد بر مراکز تولید و انتقال انرژی در منطقه خاورمیانه تسلط پیدا کنه، چه نفعی برای مردم زحمت کارگر و زحمت کش در این منطقه داره از این نظره؟ یا اینکه اون بخواد مثلا رقبای خودش رو در این منطقه مانند روسیه و جمهوری اسلامی رو پس بزنه و اینا، خب چه نفعی داره؟ اینا دستوی ارتجاع امپریالیستی در این منطقه چهر کدام منافع خودشون رو تعقیب میکنن. به همه این دلایل که ما کمونیست ها میگیم نباید باید در مقابل این تعرض احتمالی امریکا باید ایستاد، باید باش مخالفت کرد، باید سعی کرد در هر جنبش اعتراضی که علیه این جنگ به راه میفته باید شرکت کرد و نگذاشت که امریکا این حمله رو بکنه. اینه، یعنی ما باید در مقابل این در واقع جبهه سوم سازمان بدیم، یعنی نه جبهه ارتجاع بشار اسد، نه جبهه مخالفین که کلن دولت های ارتجاعی و امپریالیستان همه در یک جبهه قرار گرفتن، بلکه جانب مردم سوریه رو بگیریم، جانب کارگران و زحمتکشان کلن این منطقه رو بگیریم که هر کدام به نحوی از این تعرض و دخالت امریکا زیان میبینن در این دوره. از این نظر خیلی روشنه باید در مقابلش ایستاد. در جمهوری اسلامی از روزی که اومده خوب از موضع ارتجاعی، از یه موضع ارتجاعی شعار ضد امپریالیستی میده، شعار ضد امپریالیستی میده، ولی خب کمونیست ها همه قاطع ترین نیروهایی بودن که همیشه با این رژیم در افتادن. ماهیت شعارهای ارتجاعی، شعارهای ضد امپریالیستی شو اومدن برای مردم روشن کردن و در این رابطه هیچ نگرانی از همسویی وجود نداره، چون مبارزین پیگیر تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی در منطقه هم کمونیست ها هستن. بنابراین این که اونا از موضع ارتجاعی، جمهوری اسلامی از موضع ارتجاعی میخواد این رژیم رو
حفظ کنه. یا مثلا دولت روسیه از موضع امپریالیستی و تقابل با زیادروی های امریکا در این منطقه میخواد رژیم بشار اسد رو حفظ کنه و اینا، این نباید تزلزلی در مبارزه مردم آزادی خواه و عدالت طلب و نیروهای کمونیست علیه دخالت امپریالیستی اینا به وجود بیاره. رفیق سلام، من آخرین سوال این برنامه رو به این شیخ خدمتون طرح میکنم، اونم در خصوص مسئله رژیم اسلامی است. ما میدیم با سرکار اومدن دولت جدید در رژیم اسلامی یه تلاش هایی آغاز شده برای اینکه بتونن یک وچه بین المللی از خودشون نشون بدن و یک مجموعه از تنش هایی که در منطقه دارن با دولت های غربی دارن کاهش بدن. البته این تلاش ها سوای بحران های سیاسی که سابقا رژیم اسلامی در رابط خارجی باش درگیر بوده موجوده، به غیر از این همین مسئله که شما اشاره کردید، مسئله خود بحران سوریه و عملا گسست عمومی سیاست هایی که در منطقه رژیم اسلامی باش داره این شرایط رو حاد میکنه. آیا این تلاش ها و این تقلاهایی که در همین روزها شاهد هستیم، حسن روحانی خودش با نخست وزیر، رئیس جمهورهای کشورهای مختلف در جاهای مختلف دیدار میکنه، آیا میتونه تغییری در سیاستهای خارجی رژیم اسلامی یا رویکرد تازه رو به دولتهای غربی برش به وجود بیاره؟ میدونی کلن قبلا هم در این رابطه فکران توضیح دادیم، یعنی جمهوری اسلامی از روزی که روحانی سر کار اومده و کابینش رو معرفی کرده، در واقع فقط لحن و رفتار دیپلماتیکشون رو عوض کردن. یعنی تا کنون هیچ نشانی از یک تغییر سیاست جدی در مقابل غرب و اینا وجود نداره. ولی خب یه نشانه هایی هست که میتونه آدم رو متقاعد کنه که اینا در تدارک یه سازشی هستن، که دولت روحانی در تدارک یه سازشیه با غرب، و نشانه هاش هم میتونیم بیشتر از این در این رابطه ببینیم که از روزی که سر کار اومده سعی کرده فضای حاکم بر جامعه و امنیتی تر کنه. حالا از خود کابینه که معرفی کرده، که همه میدونن یک کابینه امنیتیه، بیشتر از یک سوم اعضای کابینش همه سابقا در ارگان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی کار کردن و فعالیت کردن. بعدن در این دوره ما میبینیم موج اعدام ها بیشتر شده، ویژه در اواخر مرداد ما اونا در کمتر از یک هفته بیشتر از 45 نفر رو یک دفعه مثلا اعدام کرد. همین یکی دو روز اخیر یه موج دیگر از اعدام ها رو مثلا شروع کرده و اینا، و با این موضع اعدامی که برا انداخته، یا همین که مثلا گشت ارشاد اسلامی رو دوباره فعال کرده و به جون زنان به قول خودشون بد پوشش و بد حجاب و اینا انداخته و اینا، یا از طرف دیگه همین نیروهای نهی از منکر و امر به معروف و دوباره به جان مردم انداخته و اینا، همه اینها نشون میده که اینها دارن در تدارک یک سازشی با غرب هستن، با امریکا هستن، و میدونن اگه این سازش رو بکنن، اگه کوتاه بیان، اگه زانو بزنن در مقابل غرب و به ویژه در مقابل امریکا، این ممکنه بلافاصله مردم ایران رو در یک موقعیت تعرضی تری قرار بده، قدر قدرتی جمهوری اسلامی و هم در بین افکار عمومی در منطقه و در ایران در هم بشکنه و فضای مناسب تری رو برای ابراز وجود مردم و برای بارزات مردم به وجود بیاره و اینا. و از همین حالا دارن خودش رو برای این وضعیت آماده میکنن، یعنی میخوان از مردم با این کارهایی که میکنن زهرتشون بگیرن، میخوان با این خوف و وحشتی که برای انداختن مانع ابراز وجود مردم در اون مقطعی که اونها سازشو میکنن بشن. از این نظر یا همین در این دوره این عملیات برون مرزی اسپای پاس دارن، چه اگه اطلاعی ها و بیانی هاشون رو تعقیب کرده باشید متوجه میشه که این عملیاتی که علیه مزاهدین خلق در عراق و در پایگاه اشرف انجام دادن مستقیما توسط سپاه پاسداران تدارک دیده شده و فرماندهی شده، و اینا با این کاری چی میکنن علیه بخشی از اپوزیسیون، دارن میخوان به مردم بگن که دست از پا خطا نکنید، به مردم هشدار میدن،
هشدار میدن که در واقع نباید در این دوره حساس بسن بیان توقعاتشون از این رژیم مطرح کنن. یعنی کل از یه طرف گفتم این موج سرکوبی که به راه انداختن، همین تلاشایی که میکنن که فضای حاکم بر جامعه امنیتی تر کنن، از طرف دیگه انسان اصلاح طلبانی که از همین دولت روح آمدن سرکار روحانی پشتیبانی کردن دارن مرتب اینو تبلیغ میکنن، میگن به مردم که توقعاتتون رو مطرح نکنید، از آزادی زندانان سیاسی بحثی نکنید و دولت روحانی رو به حالت خودش بذارید که دچار مشکل نشه و بتونه نقشه هاش رو پیش ببره. یعنی همه اینها فاکتوری هستن که به ما نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی داره خودش رو برای یک سازش با غرب آماده میکنه، چون به این نیاز داره، به این نیاز داره. یعنی این وضعیت اقتصادی که در ایران وجود داره، این بحران اقتصادی که وجود داره، این فشارهای تحریم‌های اقتصادی موقعیت رو به رژیم تحمیل کرده که فکر میکنه اگه نتونه از این موقعیت خودش رو خلاص کنه، امکانم با موج اعتراضات توده‌ای در آینده روبرو بشه. اینا از یه طرف به این سازش نیاز داره، از طرف دیگر هم نگرانه که اگه مبادا این سازش منظر به این بشه که به قدر قدرتی جمهوری اسلامی لطمه بزنه و فضای تازه و برای ابراز وجود مردم به وجود بیاره. رفیق صلاحمان، همونطور که خدمتون عرض کردم سوال خاصی باقی نمونده، یه درفسودهی در پایین دارین در خدمتون هست؟ بیشتر از این صحبت ندارم، خیلی ممنون، متشکرم و با سپاس مجدد از حضورتون در این برنامه. عزیزان بیننده، به پایان برنامه چشمانداز این هفته رسیدیم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر، بدرود. خیلی ممنون، خسته نباشید. درست.